الان ما یک پروژه خطرناکی رو در جامعهمون داریم، پروژه امید. این پروژه امید، امید ارنست بلوخه. این پروژه امید پروژه ایست که جامعه رو همچون اسبی تصور میکنه که راکب اون قدرت‌های بیگانه هستن یا دولت‌ها. اینها امید کاذب ایجاد میکنن، چوب 2 متری گرفتن دستشون، نوک این چوب یکی 2 متر تنابی آویزونه و یک هویجی نوکونه. اسب جامعه باید به سمت اون هویج بره تا بتونه برسه به اون هویج. انگاره هایی رو براش تعریف میکنن، افق رو براش ترسیم میکنن که مجبور میشه سوار، به اصطلاح کولی بده، سواری بده به نظام سلطه، به پنجه به علاوه یک، به جاهای دیگه، تا به این هویج برسه. منتهاش گام اولو که برداشت، سیستمش رو پر از بتون کرد، سیستم اتمیش رو قدم اولو برداشت، میبینه اون هویجم 1 متر رفت جلوتر. خب چه کار باید بکنه؟ حالا میاد در واقع در این امید میگه چه کار باید بکنه؟ میگن آقا موشکت هم نباید امتحان کنی. فرمانده نیروی هوافضای که موشک زیر نظر اوست میاد میگه که آقا امروز به ما میگن موشک رو امتحان نکن. خب مگر تو میتونی تمرین هفته‌ای و موضعی و سالانه نداشته باشی؟ بعد میگن فعلا موشک ها رو بده اینا بیان ارزیابی کنن ببینن که این موشک ها قابلیت حمل سلاح اتمی نداره. بعد این صدام موشک ها رو بده با جوش کاربید ببرن. بعد همه موارد حل بشه، بعد به این ملت حمله کنن. امنیت ما رو موشک S-300 روسیه برقرار نمی کنه. امنیت ما رو موشکی برقرار می کنه که داخل جامعه همون تولید میشه. جوان خوب اینو بدونی، چینیه وقتی به تو سلاح میفروشه، آمریکایی وقتی به تو سلاح میفروشه، روسه وقتی به تو سلاح میفروشه، یکی از اجزایش رو نمیده. این موارد رو غالبا بیرون کمتر زده میشه. حالا من دکتر رو بگم که بدانید سلاح بومی امنیت رو ایجاد میکنه، نه سلاحی که خارجی میده. به شما موشک میدن، موشک مثلا ضد کشتی که تو ساحل بذارید، موشک کودوس شلیک کنید، 5 این سوختش مایعه، 60 تا موشک دارید، 5 تا گالون سوخت. قول میده چینیه به آمریکاییه که 5 تا گالون بیشتر به شما نده، که آمریکایی بدونه اگه ناواش اومد فقط با 5 تا از اینا میتونه اونو بزنه، کنترل میکنه کار. اگر هواپیما شما از روسه میخرید، روسه پین اجکت اون هواپیما رو نمیده که اگر خلبان شما همیشه بترسه، اگر اون هواپاشو زدن نمیتونه اجکت کنه بپره بیرون. اگر زیردریایی به شما میده، روسه فلان قطعش رو نمیده. حالا اینو طبقه‌بندی امنیتی داریم نشونگیه، روش تاکید نکنه. یعنی روسه به شما موشک رو میده، هواپیما میده، تانک میده، چینیه به شما اینا رو میده، آمریکایی میده، اما اون قطعات حساسش رو تعداد محدود میدن که شما نتونید استفاده گستر بده. هیچ کس ابزار امنیتیش رو از دشمنش نباید بگیره. اگرم گرفت باید بگیره که کپی بکشه. سیاست رسمی این بوده که در مهندسی معکوس ما این سلاح رو میگیریم، مهندسی معکوس می‌کنیم، بازسازی می‌کنیم. موشک‌های کروز رو این کارو کردیم، موشک‌های بالستیک رو این کارو کردیم، رادارها رو این کارو کردیم، نمی‌دونم خیلی چیزا، تانک‌ها رو این کارو کردیم. حواست باشه جوان، موشکی که امنیت تو رو تضمین می‌کنه، موشکی که حسن تهرانی مقدم و یارانش ساختن، موشکی نیست که به نام S-300 داره میاد. اونی که امنیت تو رو تضمین می‌کنه اونیه که خرجش داخلش، خرجش مایع باشه یا جامد، ساخت اجزایش، لانچرش، رادارش، همه چیزش رو خودت می‌سازی. به تعبیر فرمانده نیروی هوافضا، هیچ یه دونه پیچ از بیرون مرزا نمیاد، داخل مرزای کشور میسازی. او الان اینو از تو میخواد. انرژی اتمی که بومی بود دیگه، چون اگه انرژی اتمی تو از بیرون آمده بود، خودشون میدادنش باید انرژی اتمی رو، یه تیکه به خصوصشون نمیدادن که نبزش دست اونا باشه. اما چون شهریاری و احمدی روشن و حسن تهرانی و علی محمدی و رضای نژاد و دیگران اینو کار کرده بودن، اینا رو اومدن کف خیابونا ترور کردن، فشار آوردن، اینو از ما گرفتن، توشو پر بتون کردن. حالا اومدن گام بعدی رو بردارن، موشکاتو میخواد. موشکاتم میگیره، بهائیا رو میگه چرا؟ میگه بهائیا رو هم اجازه میدی فعالیتشون آزاد میشه، میاد سراغ همجنس بازا. همجنس بازا رو آزاد میکنی، یکی یکی از اون طرف فیت هوا ایرباس نمیذاره خودت بسازی توی کارخونه هواپیما سازی شون میشه. بهت میگه آقا بیا من به ایرباس میدم. به شما کارخونه سیگار میده توی کرج، توی اشتهار به کرج که کنت و مونتانا تولید کنی. این چیزا میاد پرشه به آدم شمال شهری تهران میده، قطعات یدکی عادی ترین ماشینی که کف جامعه مردم استفاده میکنن نمیده.